دوستان عزیزم سلام همراهان خوب و عزیز کانال پویوت آکادمی در یوتیوب رضا هستم با ادامه آموزش های و امروز در این جلسه ویدیویی میخوام در ارتباط با گریدینت مش با اتون صحبت کنم و بهتون بگم چه کار بردی داره چطور میتونیم ایجادش کنیم های مختلفش رو با هم چک کنیم در استارت ویدیو قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم میخوام ازتون درخواست کنم اگر ویدیو ما رو دوست داریم ویدیو رو لایک کنید لطفا دوستان عزیزم در کانال اگر سابسکرایب نکنید سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیو جدید ما رو از دست ندیم. بریم سراغ شروع کارمون و نحوه ایجاد و گریدینت مش برای شروع کار من اول میام یه ریکتنگل به وجود میارم خب اجازه بدید من ریکتنگل رو ایجاد کنم یه دارم بزرگ ایجاد میکنم که کامل بتونیم این گریدین مش رو ببینیم فرقی نمیکنه چه شیپی رو شما ایجاد کنین روی شیپ های مختلف اشکال و حالت های برداری مختلف ما میتونیم گریدینت مش به وجود بیاریم فرقی نمیکنه حالا من یک انگل برای مثال به وجود آوردم شما حتی میتونید روی دایره و موارد دیگه هم کار کنید خب بریم سراغ منوی ایلاستریتر ابتدای رو بهتون بگم اگر شیپتون در حالت انتخاب نباشه اول باید انتخابش کنید با ابزار سلیکشن تول میان انتخابش میکنید که فعال بشه و دستور بدیم به ایلاستریتر که من میخوام گریدین مش رو روی این شیپ به وجود بیارم شما ممکنه مثلا پنج تا شیپ داشته باشین در کادرتون و در آرت بوردتون باید دستور بدیم که روی کدوم شیپ میخواین کار را اجرا کنین و کار انجام بشه گریدین مش به وجود بیاد بنابراین شیپ مورد نظر رو انتخاب میکنیم بعد میایم سراغ منوی Illustrator در بخش Object میام روی گزینه Create Gradient Mesh کلیک میکنیم. اتفاقی که برای من میفته اینه که یه پنجره جدیدم باز میشه. به من میگه این مشی که داری به وجود میاری این خطوطیه. خطوط شبکه‌ای که داری به وجود میاری میخوای چند تا سطر و چند تا ستون باشه من اینو رو گذاشتم روی 6 در 6 از قبل چون استفاده کردم روی 6 در 6 مونده فکر میکنم حالت دیفالتش اینه که 4 در 4 همونطور که من دکمه پریویو وقتی زده میشه تغییرات رو به شما نشون میده پس تیکش رو بذارین داشته باشیم. من روی همون 6 در 6 میذارم این مورد رو فلت و 100 صد درصد رو هم بذاریم بمونه بعدا راجبش صحبت میکنیم پس ما 6 تا صد و 6 تا ستون به وجود آوردیم روی دکمه اوکی کلیک میکنم بسته به خودتون چند تا صد ستون داشته باشین و الان میخوام برم شروع کنم به ایجاد یک گریدینت یک گرادیان به وجود بیارم در حالات مختلف همونطور که میبینید در مشی که من به وجود آوردم کلی انکر پوینت داریم میبینیم تمام این نقاط طلاقی خطوط عمودی و افقی میشن انکر پوینت های ما که اینجا داریم میبینن چون روشم اگه برم موسوور کنم میبینه کنارش نمیشه انکر به رنگ بنفش خب برای اینکه انکر پوینت ها رو انتخاب کنم از سلکشن تول نمیتونم استفاده کنم هر کلیک کنم فایده ای نداره من باید بیام سراغ ابزار کناریش که دایرکت سلکشن هستش سلکشن مستقیم انتخاب میکنیم این مورد رو و میام هر کدوم از انکر پوینت هایی که مد نظرم هستش رو روش کلیک میکنم به حالت انتخاب در میاد و دستگیرهای جدیدی هم کنارش شکل میگیره که میتونیم بعدا مشو باش بچرخونیم و تغییر حالت بدیم حالا اگه من بیام پنل سواچز یا بیام پنل کالر هیچ فرقی نمیکنه به هر حال میخوایم یه رنگ ایجاد کنیم و یکی از رنگ ها رو انتخاب کنم مثلا این رنگ قرمز رو بزنم حول محور اون anchor پوینتی که من دارم یک مش برای من به وجود یک گریدینت به وجود میاره دوستان عزیزم گرادیانی که اینجا شکل میگیره فقط برای این نقطه است ولی من میتونم کلی نقطه رو همزمان انتخاب کنم و به همشون یک مش گروهی و هماهنگ بدم برای انجام این کار میتونم بیام درگ کنم با همین ابزار دیوک سلکشن یه جایی رو مثلا درگ کنم شروع کنم این نقاط رو با هم انتخاب کردن همونطور که میبینید با هم انتخاب شدن حالا من میتونم مثلا رنگ سبز رو بزنم همونطور که میبینید رنگ سبز داره روی همه این موارد به یک شکل به وجود میاد گریدینت پرشون به وجود میاد و اینجوری داریم میبینیمشون دوباره بریم selection tool اول با selection تول شپمون رو انتخاب کنیم دوباره بیایم direct selection و بیایم مثلا این نقاط رو هم انتخاب کنیم با درگ کردن حالا اگه دکمه شیفت رو من نگه دارم میتونم نقاط دیگه رو هم انتخاب کنم و بهش اضافه کنم من میام مثلا این انکر پوینت و این انکر پوینت رو هم انتخاب میکنم حالا یه رنگ مثلا آبی به اینا میدیم همونطور که میبینید من هر انکر پوینت رو انتخاب کنم همزمان میتونم بهش گرادیان بدم و تغییر حالت براش به وجود بیارم بیایم حالا یه مقدار تغییرات به وجود بیاریم رو گرادیان هایی که به وجود اومده من روی هر کدوم از این انکر پوینت ها اگر کلیک کنم میتونم اونو انتخاب کنم و با درگ کردن به چپ و راست بکشونم اون نوع این پاشیده شدن رنگ رو تغییر بدم حالت ایجاد رنگ رو و گرادیان رو میتونم تغییرات روش اعمال کنم حتی روی دستگیری که اینجا هستش میتونم کلیک کنم و بچرخونم کارم رو و گرادیان رو به حالت چرخشی ایجاد کنم شما خودتون میتونید یه حالتی رو به صورت زیگزاگ به وجود بیارید تغییرات رو اون شکلی که خودتون میخواین به وجود بیارید حتی من اگر داخل این مربعایی که اینجا شکل گرفتن کلیک کنم میتونم اینا رو بالا پایین کنم میبینید به یک حالت منظم میتونم اینا رو تغییر بدم مش رو به یک شکلی تغییر بدم که رنگ ها اونجوری که خودم مد نظرم هستش تغییر حالت بدن به هر حال شما برای اینکه بیاین این گرادیان ایجاد کنین به راحتی یه جا کلیک میکنین و یک رنگ ثابت به وجود میارین خودش براتون تبدیل به گرادیانت میکنه نیازی نیست که مثلا از گرادیانت های اینجا استفاده کنین شما بر رنگ ثابت به وجود بیارین رنگ ها رو هم بعدا دوباره میشه تغییر داد انکر پوینت رو انتخاب کنم و یک رنگ دیگر رو کلیک کنم رنگ تغییر میکنه و تغییر حالت میده در نهایت اون چیزی که خودتون مد نظرتون هستش رو میتونیم به دست بیاریم خب این دستور gradient مش بود من میخوام برم حالا با ابزار مش کار کنم برای این کار اجازه بدین یه فایل جدید به وجود بیاریم اینو داشته باشیم بذاریم کنار یک ریکتنگل دیگه به وجود میارم در صفحه به این حالت و حالا میخوایم بریم سراغ ابزار مش ابزار مش در سمت چپ در نوار ابزارمون با آیکونی که داریم میبینیدش مش تو قابل مشاهده است میتونیم ازش استفاده کنیم من روش کلیک میکنم اگر دکمه یو روی کیبوردتون رو هم بزنید فعال میشه واسه تون شورتکاتش یو حالا میام و روی خطوط عمودی و افقی که در تصویر دارم شیپی که دارم کلیک میکنم هر جا که بخوام اگر مثلا روی خطوط افقی کلیک کنم یک خط عمودی برای من به وجود میاره اگر بیام روی خطوط عمودی کلیک کنم یک خط افقی برای من به وجود میاره همونطور که دارید میبینید هر چند تا خطی که خودم مد نظرم باشه میتونم انتخاب کنم اما اگر بیام داخل کارم کلیک کنم چه اتفاقی میافته مثلا بیام اینجا کلیک کنم نه روی خطوط اینجا اگر کلیک کنم اتفاقی که میفته یک خط عمودی و افقی رو در مرکز کلیک برای من به وجود میاره و اونجا رو تبدیل به یک انکر پوینت میکنه یعنی من میتونم اینجا خیلی راحت مثلا میام اینجا یک کلیک کنم یه انکر پوینت به وجود میاد با یک خط عمودی و افقی پس شما میتونید به صورت دستی یه مش ایجاد کنین در دستور گریدینت مش مش ها در یک فاصله معین خطای عمودی و افقی در از براتون شکل می گرفتن اما زمانی که از دستور از ابزار مش به جای دستور مش استفاده کنیم خودمون به صورت دستی میتونیم جای خطوط رو تغییر بدیم مثلا من میخوام فاصله این دوتا خیلی کم باشه بعد فاصله این زیاد باشه اینجا دیگه دست خودمونه نحوه تغییرات و فاصله گذاری بین خطوط کاملا در اختیار خودمون قرار میگیره با ابزار مش و حالا میتونیم مثل دستور گریدینت مش بیایم و گریدینت به وجود بیاریم هیچ فرقی نمیکنه کارمون همون حالت خواهد بود فقط به صورت دستی الان دوباره میرم سراغ ابزار دیرکت سلکشن انکر پوینت مورد نظرم رو انتخاب میکنم با کلیک کردن روی یکی از رنگ های سواچز یا یکی از رنگ های بخش کالر بهش رنگ میدم بعد دوباره میتونم انکر پوینتم رو جابجا جا کنم حالتش حالت ایجاد گریدینت رو تغییر بدم میتونم دوباره بیام بعضی از نقاط رو با هم سلکت کنم بعد بیام یه رنگی رو ایجاد کنم همونطور که میبینید چون انکر پوینت های مختلفی رو انتخاب کرده بودم حاشیه این اون م... گریدینتی که ایجاد کردم بیشتر میشه میتونم بیام مثلا این مواردی که این بالا هستن و حالا همه با هم انتخاب کنم یه رنگ مثلا این حالتی بدم میبینید مش هم کامل تغییر میکنه دونه دونه میتونم انتخاب کنم همونطور که بهتون گفتم باید از رنگ های ثابت حتما استفاده کنیم اینجا نمیتونیم گریدینت مش از gradient استفاده کنیم برای نقطمون انکر پوینتمون چون داریم دستور میدیم به نقطه که از رنگ ثابت من گریدینت به وجود بیاره اگه بخوایم بهش گریدینت بدیم درکش نمیکنه پس یه رنگ ثابت میدیم و همونطور که میبینید داره تغییرات برای ما اعمال میشه بذارین چند تا مورد دیگر هم من کلیک کنم حالت های مختلف رو ببینیم رنگ‌های مختلف هر کدومو که دلتون بخواد میتونین انتخاب کنید اجازه بدین اینو انتخاب کنم و رنگ های مختلف رو در تصویر میتونین به وجود بیارین بعدش هم میتونیم خیلی راحت جابجاشون کنیم و مش رو به هم بریزیم تغییرات رنگی به وجود بیاریم چون الان چند تا نقطه اینجا انتخاب شده من خیلی تغییرات رو نمیبینم ولی روی اون موردهایی که تکی هستن تغییرات رو بهتر مشاهده خواهید کرد کلا میتونیم مش رو به هم بریزیم اصلا و حالتهای gradient مش رو اونجوری که خودمون مد نظرمونه به وجود بیاریم پس تا اینجا یاد گرفتیم که چطور میتونیم gradient مش به وجود بیاریم هم با دستورش در بخش آبجکت آشنا شدیم همین که یاد گرفتیم چطور با ابزار مش کار کنیم و به صورت دستی خطوط ایجاد کنیم و یک مش روی شیپمون به وجود بیاریم و شکل بدیم موردی که من اینجا باید بهتون توضیح بدم اینه که اگر دیدین مثلا نقاط انکرتون تعدادش زیاده یا مثلا میخواین یک لاینی رو حذف کنین از مشتون باید بیام روی یکی از نقاط کلیک کنیم مگر اینجا کلیک کنم و روی دکمه دیلیت روی کیبوردم کلیک کنم اتفاقی که برام میفته همونطور که میبینید هم خط عمودی و هم خط افقی رو برای من پاک کرد من یه کنترل زد میزنم و خط برگرده شما ببینید وقتی روی انکر کلیک میکنم و دکمه دیلیت رو میزنم چون این نقطه انکر پوینت من یک خط عمودی و افقی رو پوشش میده اگر اینجا کلیک کنم و دیلیت کنم هم خط عمودی رو برای من پاک میکنه هم خط افقی رو هر دوتا رو با هم پاک میکنه پس من اگر بخوام موردی رو حذف کنم اگر بیام و روی یک مورد اون نقطه انکرام کلیک کنم اتفاقی که میفته برای من هر دوتا رو با هم حذف میکنه نیست که فقط نقطه انکر رو حذف کنه یا یکی از این دوتا خط رو حذف کنه همه رو با هم حذف میکنه دوستان عزیز اما اگر برم روی خطوط اصلیم در بالا راست چپ و پایین روی یکی از انکر پوینت ها کلیک کنم دیگه نمیاد این خط پایینی رو برای من حذف کنه دوستان این خط پایینی در اصل خط شیپمونه اون استروک شیپمونه پس من اگه بخوام فقط این خط عمودی که اینجا میبینید رو حذف کنم باید بیام روی یکی از نقاط پایین یا بالای بالا کلیک کنم و روی دکمه دیلیت روی کیبوردم بزنم همونطور که میبینید فقط اون خط عمودی رو برای من الان حذف کرد اگه بخوام خط افقی پاک کنم همین کار رو باید بکنم باید بیام روی خطوط لبه ای که استروک شیپ هم هستن روی انکر پوینتش کلیک کنم مثلا روی این من چون میخوام فقط این خط حذف بشه اگه بیام مثلا روی این قسمت کلیک کنم هم عمودی رو حذف میکنم هم افقی رو من باید بیام روی قسمت مثلا سمت چپ یا سمت راست برای اینکه فقط این خط افقی حذف بشه یک کلیک میکنم فعالش میکنم دکمه دیلیت رو میزنم همونطور که میبینید اون خطی که داشتم اون مشی که ایجاد کرده بودم به تنهایی حذف شد خب با موارد مختلف گریدینت uh, مش آشنا شدیم هم دستورش رو یاد گرفتیم هم ابزارش رو چک کردیم با هم و نحوه مش ایجاد کردن و گریدینت دادن رو یاد گرفتیم توضیح بیشتری نیونه در این ویدیو در این ارتباط و تنها چیزی که من در نهایت باید بهتون بگم اینه که اگر خطوط رو به طرز صحیح و دقیق نمیبینید توی تصویر یوتیوب در ویدیو یوتیوب دلیلش اینه که شما کیفیت تصویرتون روی 1080 نذاشین دوستان عزیزم اگر میخواین تمام جزئیات و خطوط رو به خوبی ببینید لطفا پایین همین ویدیو سمت راست یه چرخدنده از ستینگ ویدیوتون روش کلیک کنید میتونید کیفیت تصویرتون رو بذارین روی 1080 پیکسل و به این شکل ویدیو رو نگاه کنید مطمئنا تمام خطوط و زوایا رو به دقت به خوبی مشاهده خواهید کرد ممنونم از همراهیتون دوستان عزیزم با کانال یوتیوب پویتس آکادمی از کامنت های فوقلاتتون هم تشکر میکنم واقعا ممنونم از حمایتاتون در درس های آینده میریم سراغ دیگر ابزارها و دستورات ایلستریتر و به زودی پروژه ها رو شروع خواهیم کرد ممنونم از همراهیتون دوستان عیزم موفق باشید